اعمال فصل سوم. یک روز در ساعت 3 بعد از ظهر که وقت دعا بود، پتروس و یوحنا به خانه خدا می رفتند. در آنجا مرد شل مادرزاد بود که هر روز او را در پیش در کلان خانه خدا که به دروازه زیبا معروف بود می گذاشتند تا از کسانی که به درون خانه خدا می رفتند صدقه بگیرند. وقتی پتروس و یوحنا را دید که به خانه خدا می روند، تقاضای صدقه کرد، اما پتروس و یوحنا طرف او دیدند و پتروس با او گفت: با ما نگاه کن. او به خیال این که چیزی از آنان خواهد گرفت با چشمان پرتوقع طرف ایشان دید، اما پتروس گفت: من طلا و نقره ندارم، اما آنچی دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری به تو امر میکنم، برخیز و راه برو. آنگاه پتروس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فوراً پاها و بند پاهای او قوت گرفتند. او از جا حرکت کرد، روی پاهای خود ایستاد و در راه رفتن شد و جست و خیز کنان و خدا را همگویان همراه ایشان داخل خانه خدا شد. همه مردم او را روان و همگویان دیدند و وقتی فهمیدند که او همان کسی است که قبلاً در پیش دروازه زیبا می نشست و صدقه می گرفت، از آنچه بر او واقع شده بود غرق تعجب و حیرت شدند. در حالی که او با پتروس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمی شد، جمعی مردم با حیرت در ایوان سلیمان و طرف آنان دویدند. وقتی پتروس دید که مردم می آیند، گفت: ای اسرائیلیان، چرا از دیدن این امر تعجب می کنید؟ چرا طرف ما می بینید؟ خیال می کنید که ما این شخص را با تقوا و نیروی خود شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانده است. آره، شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاطوس او را رد کردید، در حالی که پیلاطوس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند. شما بودید که آن مرد پاک و مبارک خدا، یعنی آن مرد صادق را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و بدین طریق آن سرچشمه زندگی را کشتید. اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم. قدرت نام عیسی این شخص را که میبینید و میشناسید نیرو بخشیده است. با وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است. آره، در حضور جمعی شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست ساخته است. و اما های برادران، میدانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید، ولی خدا به این طریق با آن پیشگویی هایی که مدت ها پیش با وسیله جمعی پیغمبران خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند، تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد و زمان تجدید زندگی از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی، یعنی آن مسیح وعده شده را که از پیش برایتان برگزیده بود، بفرستد. همان طور که خدا به وسیله پیامبران مقدس خود از مدتها پیش اعلام نموده، او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. موسی فرمود: خداوند خدای شما پیامبر مانند من برای شما از میان برادران شما برمی انگیزد. باید به آنچه او به شما می گوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن پیامبر سر باز زند باید از جمع اسرائیلیان ریشکن شود. و همچنین تمام پیامبران از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می کردن. شما فرزندان پیامبران هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست عصه دارید، چنان که خدا به ابراهیم فرمود: از نسل تو تمام اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. انگامی که خدا بنده خود عیسی را مقرر کرد، او را پیش از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راه های شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.